ما از یک وبسایتی در حقیقت www.hamrah2020.com hamrah2020.com رو راه انداختیم که مستقیما شما رو به یوتیوب که فکر میکنم بیش از 130 مورد یا شاید نزدیک 100 مورد اون مشخص شده با صدها گفتگوی رادیو تلویزیونی من که عنوان هم داره و میتونید با عنوانشون رو پیدا کنید قرار گیره. بنابراین اگر مایل هستید لطفاً به www.hamrah2020.com سری بزنید و لینک اون رو با یوتیوب داشته باشید به جای اینکه توی یوتیوب به دنبالش بگردید. و این تنها کانال یوتیوبی است که متعلق به رادیو همراه و من هست و امیدوارم دوستان به این موضوع و آنچه که به عنوان به هر حال حقوق مؤلف هست توجهی رو داشته باشه. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام عرض می‌کنم. خیلی متشکرم که به من وقت دادید. من یه سوالی از شما داشتم درباره چشم سوم که در پیشونی انسان قرار داره نزدیک ابروها. چون مدتی من مدیتیشن دارم میکنم، یه رنگایی رو که من میبینم میخواستم بهتون بگم این رنگا چی رو میخواد ثابت بکنه؟ آیا بعد از مرگم با این چشم های استفاده میکنی؟ من البته درباره بعد از مرگش رو نمیدم. آنچه که اشاره فرمودید یه بحثیست که در مدیتیشن هست، یعنی گفتار این هست که روزی که شما چشم رو که دو گونه پیام متفاوت رو با هم ترکیب میکنه و میفرسته آهسته آهسته آرام میکنید، یعنی سیستم حسی و احساسی من و شما آرام میگیرن، من و شما در دنیای ذهنمون یه مقدار واقعیات رو خیلی روشنتر و شفافتر میبینیم. البته به نظر من این واقعیاتی که میبینیم، نظر شخصی من هست، درست مثل این است که چراغ ضمیر ما رو روشن میکنن و بنابراین آنچه که معمولا در تاریکی و پنهانیه یا قسمت پنهان وجود من و شما هست بنامون آشکار میشه. باور من این نیست که سر به جایی میبره و یا راه به جایی، ولی این احساسیست که افرادی که مدیتیت میکنن یا به مراقبه و این نوع حالت آرامش نزدیک میشن چنین چیزی رو تجربه میکنن. خیلی متشکرم. یه سوال دیگه هم داشتم آقای دکتر. می‌خواستم بگم شما که می‌خواید یک نفری که ناراحتی روحی داره یه کتابی بهش معرفی کنید که به فارسی ترجمه شده، چی هستش؟ اینو اگه لطف بکنید من بنویسم اینجا. ببینید درباره مشکلات روانی کتاب‌های فراوانی است. ببینید یه زمانی است که من و شما می‌خوایم سطح آگاهی و دانش خودمون رو افزایش بدیم، یعنی من و شما می‌خوایم به یه مرحله‌ای از خودشناسی و خوددوستی برسیم که اون رو از جنبه ها و جایگاه های مختلفی بهش نگاه میکنن. یعنی کتب فراوانی نوشته شده که به من و شما کمک میکنه که آگاهی بیشتری درباره خودمون داشته باشیم. همطور که کتابی نوشته شده درباره قلب یا درباره مغز، در خصوص روان هم نوشته شده. بنده همیشه توصیه‌ام هم در این گونه موارد این بوده که اگر دوستان یکی دو جلد کتاب به عنوان کتاب مقدمه بر فرض کنید روانشناسی و یا علوم اجتماعی انسانی دیگر رو بخونن، بنده در کنفرانس ها همیشه پیشنهاد یکی دو جلد کتاب روانشناسی یا جامعه شناسی یا اقتصاد یا علوم سیاسی یا تاریخ و فلسفه و حقوق رو دارم، یعنی این مجموعه رو که در حقیقت دانش های اصلی و اساسی علوم اجتماعی و انسانی هستم که میشه رفت سراغ مردم شناسی و انسان شناسی و رشته های کمی دورتر، ولی این رشته های نزدیک حداقل من و شما برای اینکه با این زبان علمی آشنا بشیم یکی دو کتاب مقدماتی رو باید خون. بعد از یکی دو تا کتاب مقدماتی اون وقت میشه انسان ببینه که تمایلش و یا گرایشش به کجاست. فرض بفرمایید که شما مایل هستید اطلاعات بیشتری درباره شخصیت داشته باشید، یا شما مایل هستید اطلاعات بیشتری درباره درک و شناخت داشته باشید، یا ممکنه نسبت به مسائل احساسی و عاطفی حساسیت بیشتری داشته باشید، و بعد موضوعهای احساسی و عاطفی ممکنه علاقه شما به این باشه که چگونه مسئله عشق رو باش برخورد میکنید و یا احتمالاً خشم و عصبانیت رو. در نتیجه در اون زمینه همیشه تو این کتابها فهرستی از کتابهای مناسب هست. بنده به دلیل اینکه اولا اگر کتاب به زبان فارسی باشه معمولاً تعدادش در کتاب فروشی ها کم هست، و بعدم احتمالاً نام بردن یک کتاب مسئله و مشکلی رو حل نمی کنه. اگر دوستان
خودشون موضوع خاصی مورد نظرشون باشه، من میتونم کتاب خدمتشون معرفی کنم و یا خوشبختانه دوستان خوب ما هم در منطقه وستوود و هم در بقیه نقاط کتاب فروشی ها آگاهی های لازم رو درباره محتوای کتاب دارن و بعد فهرست مطالب کتاب رو هم میشه بشه نگاهی کرد و علاقمندان اونها رو میتونن پیدا کنن. و معمولا بعد از اینکه من و شما یک یا دو کتاب رو به گونه اینجا و اونجا پیدا کردیم، میتونه من و شما رو کمک بکنه برای انتخاب‌های بهتر. خود شما رشته تحصیلی و کارتون چه بوده؟ من نقشه‌کش ساختمان بودم در ایران. خب بنابراین یه سیستم فکر سازمان یافته‌ای دارید، پیداست که مقدار به این ارگانیزیشن و هارمونی و هماهنگی اهمیت میدید. به همین جهت است که به نظر من کتاب اصلی و اساسی برای شما یه مقدمه هست برای این علوم، برای اینکه میدونید این علوم برای خودشون واژه‌ها و مفاهیمی رو دارن، این علوم برای خودشون تعاریفی رو دارن. یکی از گرفتاری‌های علوم اجتماعی و انسانی همینه که وقتی که فرض بفرمایید لغت جامعه رو به کار میبره یا لغت استراب رو به کار میبره یا لغت قیمت رو به کار میبره، براش مثلا اگر جامعه است با لغت فرض کنید جامعه با اجتماع متفاوته، یعنی سوسایتی با کامیونیتی متفاوته، یا وقتی که درباره استراب صحبت میکنه، استراب در برخی از زمین‌ها بسیار متفاوت با ترس هست. حال اینکه ترس و استراب یا فرض بفرمایید شرم و حیا در زبان فارسی با هم میان، حال اینکه شرم یه مفهوم بیمارگونه حالت انسانی است، حال اینکه حیا یه مفهوم سالم هست و اون یکی معنی تاکسیک شیم و یکی به عنوان هلتی شیم هست. یا فرض کنید تفاوت ارزش و قیمت، یعنی ماجرای ولیو با پرایس، دو چیز کاملا متفاوتن. و وقتی من و شما با مفاهیم علمی در این زمینه آشنا باشیم، وقتی که این کتاب‌ها رو تعقیب می‌کنیم احتمالاً راحت‌تر خواهیم بود. این که اون مقدمه رو بنده ترجیح میدم. بعد از اون کتاب‌ها رو میشه مطالعه کرد و همونطور که عرض کردم تو این مقدمه‌ها غالباً به من و شما یک کمک برای راهنمایی‌های در این زمینه خواهند کرد. به هر حال امیدوارم این توصیه مفید واقع بشه. خیلی متشکرم. زنده باشید. خواهش می‌کنم. تمنام می‌کنم.